ای سلام خوشگله چطورین بچه ها میرون واسه یه اپیزود دیگه از سقوط دیدی بعد از دستگیری دیدی که توی یه ویدیو مفصل راجع بهش کردم ویدیو یه ساعته که دو هفته پیش آپلود کردم الان به یه نقطه‌ای توی داستان دیدی رسیدیم که داره آپدیت های جدید میاد بیرون و با دستگیری دیدی و محدود شدن قدرتی که توی آمریکا داشت و محدود شدن جایی که دستش بهش میرسید میبینیم که آدمای بیشتری جرأت کردن و بیان بیرون ویدیو آخرم یه ویدیو راجع به اینه که چجوری 120 نفر جدید همزمان تحت اون شرکت حقوقی بازبی دارن میان و از دیدی شکایت میکنن و مدارک جدیدی رو ارائه میدن و امروز میخوام برم سراغ یه اتفاقی که همین 3 روز پیش افتاده و اون مصاحبه یکی از گنده ترین کسایی که باعث شده دیدی به این وضعیت بیفته با یکی از گنده ترین پلتفرم های آمریکاست مصاحبه جگوار رایت با پیرس مورگان پیرس مورگان یکی از گنده ترین رو داره همین الان رو یوتیوب فقط 3 میلیون سابسکرایبر داره این برنامه از میگن شبکه های مختلف پخش میشه و جگوار رایت یکی از کسایی بود که سالهاست داره هلوش این داستان ها صحبت میکنه سالها قبل از اینکه دیدی رو بگیرن جگوار رایت راجب این مهمونی های دیدی صحبت کرده بود راجب کسایی که دیدی ازشون سوء استفاده کرده صحبت کرده بود راجب جیزی صحبت کرده بود راجب بیانس صحبت کرده بود و یکی از سرمنشه های اصلی این توهم توته هایی که مثلا میبینین تو تیک تاک الان به جریان افتاده توی اینستاگرام به جریان افتاده و توی یوتیوب کم کم داره راجبش صحبت میشه یه توهم توته هایی که اونقدرم دور از ذهن نیست و چند تا پوینت خیلی مهم داره این مصاحبه و چند تا روایت خیلی مهم توش بهش اشاره میکنه جگوار جاگرا... وایت که بعد راجبش صحبت بکنیم و توی کل بحثی که امروز توی این اپیزود داریم با یه مقدار نمک ببینینش یعنی اینجوری که احتمال اینکه همه این داستانهایی که از دهن جگوار رایت داریم میشنویم یه مقدار اگزجره باشه و یه مقدار بیش از حد پروبال داده باشه بهش وجود داره ولی جدا از اون واسه این جگوار رایت تونسته انقدر بزرگ بشه و به یه چنین پلتفرمهایی دست پیدا بکنه که رابطهش با جیزی و دیدی و بیانسه غیر قابل انکاره همون دوره‌ای که جیزی داشت توی نیویورک معروف میشد و به یه جایی میرسید جگوارات یکی از بهترین وکالیستای خانومی بود که داشت توی اونجا فعالیت می کرد و هلوش سال 2001 میبینیم که حتی واسه اجرای آمپلاگد ام, ام تی وی جیزی جگوارات کسی بود که به عنوان هم بک وکال خانوم هم بعضی جا واسه پر کردن هوکا وارد داستان شد و کنار جیزی قرار گرفت تو اجراهای مختلفی کنار جیزی میبینیمش با روتس کار کرده با بقیه آرتسا و رپرهای صحنه نیویورک کار کرده و یه کسی که توی مهمونی های بوده باهاش عکس داره و سند از این داریم که راجب این, حرف، راجب این چیزایی که داره راجبش حرف میزنه اطلاعات داره واقعا راجبش صرفا از تو کونش در نمیاره یه چیزی رو بگه میدونیم که این آدم تو اوج روزهایی که اون فریکافا اتفاق اتفاق میافتاد که داریم راجبش صحبت میکنیم و تو اوج این روایت و داستانهایی که قرار راجبش صحبت بکنیم در بیانسه و جیزی و دوروبریاشون تو اصل ماجرا بوده یکی از کاراکتر اصلیایی بوده که اون وسط حضور داشته که بین این آدم ها رو میدیده شیمیا رو میدیده و به گفته خودش همین الان هم با خیلی از قربانی هایی که اون موقع زیر دست مثلا جیزی و دیدی بودن در ارتباط و خیلی مدارک داره که قرار بیاره و رو بکنه کم کم تو طول زمان اما قبل از همه این بیاین راجع به این صحبت کنیم جک تازه شروع نکرده به این حرفا زدن جک الان سالهاست میره پلتفرم مختلف مصاحبه میکنه مثلا این مصاحبه پایینش رو با ریل لایف میتونیم ببینین که مصاحبه یه ساعت و نیم است مصاحبه که خیلی موضوع صحبت میکنه فکر یه سه دیگه هم همین ریل لایف یه سال خوردی پیش مصاحبه کرده بود و الان و اون موقع همه فکر میکردن کسخل اون موقع همه فکر میکنن که مثلا داره دروغ میگه واسه اینکه بتونه واس خودش شهرتی به وجود بیاره و اسم خودش رو بندازه تو داستان الان که نصف حرفاش به دستگیری شدن دیدی و بیرون اومدن پرونده به واقعیت تبدیل شده مردم اینجوریان که همه چیزایی که جگوار میگفت پس دروغ نبوده اگه اینقدرش مثلا سی درصدش که راجب دیدی بود درست بود نکن اون حرفایی که راجب جیزی و بیانسه هم میزد درست بود و اینجا توی مصاحبه پیرس مورگان بیشتر از اینکه پیرس بیاد و با جگوار راجب دیدی صحبت کنه خود جگوار هم به نظر میاد ن... چی میگن نگاهش رو انداخته رو جیزی و بیانسه و هدفش اینه که بعد دیدی اونا رو پایین بکشه خود جگوار مصاحبه رو با این شروع میکنه که پیرس ازش میپرسه که دلت خنک شد که دیدیو گرفتن یه دلت آروم شد وقتی دید دستگیر شد گفت نه تا موقعی که همه آدمای درگیر توی این پروژه دستگیری نشن و به حقشون نرسن من دلم آروم نمیگیره تا وقتی که همه قربانی ها به حقشون نرسن من دلم آروم نمیگیره و خیلی به طور خاص تمرکز داره روی اینکه برندی که جیزی و بیانسه تو طول سالها درست کردن و بشکونه و میگم اون تیکه از حرفهایی که تا الان راجب دیدی میزد و هیچکی قبول نمیکرد و همه میخندیدن بهش به واقعیت تبدیل شده واسه همین داستانه اکستریمتر و اگزاجره که راجب به جیزی و بیانسه هم داره تعریف میکنه الان واقعی به نظر میاد میدونی چی میگم واسه اینکه بفهمیم چی میگه اول باید یه سری رو و یه سری توهم دریافت دیدی رو که میشناسید دیدی رو اگه اینجا هستین و دارین منو دنبال میکنید صد درصد میشناسید و دیدید که تو طول زمان چجوری تونست این پارتی کردنش رو ادامه بده چجوری تونست این لایف استایل خودش رو ثابت نگه داره و چجوری تونست یکی از گنده ترین کاراکترهای سنت هیپ هاپ باقی بمونه توهم توته که الان وجود داره و یکی از معروف ترین توهم توته هایی که رو سطح اینترنت داره دست به دست میچرخه اینه که جیزی و بیانسه که جاهای مختلف و زیادی کنار دیدی دیدی منشون دو تا از نزدیکترین دوستای دیدی بودن و کسایی بودن که میگم توی اون پارتی ها توی مقدار زیادشون حضور داشتن نفرای بعدی یعنی که این قربانی ها و این افرادی که دور بودن مثل جک وارایت رایت دارن انگشتشون رو به سمتشون میگیرن و میگن جیزی و بیانسه هم از دیدی بهتر نیستن همون کارایی که دیدی داشت میکرد و این دو نفرم داشتن میکردن و این تمام توته تا یه جایی رفته که مثلا یه ترک شینوز جیکولو گرفتن به این موضوع ربط دادن چون همشون تو چهارم یه ماهی به دنیا اومدن میگن آلبوم 44 مربوط به این قضیه است این تیکایی که خیلی دیگه اکستریمیست توهم توته توریه رو بهش نمیپردازم اما چون این تیکا خود هم اونقدر جدی راجبش صحبت نمیکنه اما موضوع های جدی وجود داره یعنی در عین حال که مثلا این توهم توته ها به یه جایی رسیده که دیگه تقریبا خنده دار شده داستان های واقعی هم وجود داره توی زیر این داستان که حرف زدن راجبش باعث میشه که یه سری داستان عجیب غریب تر بیان بیرون و مهمترین اونها داستان عالی است نمیدونم عالیه رو چقدر میشناسین قبل از اینکه ریهانایی وجود داشته باشه قبل از اینکه بیانسی به اون معنی سوپر که الان میبینیم وجود داشته باشه آلیه یکی از اولین یکی از اولین که یکی از معروفترین سوپر بود که اولین وکالیستای خانمی بود که از اون فضای آرمبی اومد بیرون و تونست به یه سوپر استار تبدیل بشه سوید هارت کل صحنه هیپ هاپ بود هر آرتیستی آرزوش بود که با آلیه دوست بشه اینجوری بود که از ساحل شرقی تا ساحل غربی داشتن سر و دست میشکوندن سرش و خیلی واضح درگیر اکیپ جیزی و دیمدش و آرکلی اینا بود یه اکیپی که تو اون سالها خیلی رابطه نزدیکی با هم داشتن آرکلی همونطور که میدونین به خاطر اون رابطه‌ای که با دخترای زیر سن و همون ماجرای جنسیای خودش داشته توی زندان به سر میبره دیدی هم که وضعیتش می میدونیم جیزی هم این وسط بوده و آلیه خیلی باحاله که بدونید یکی از دلایل اصلی فروپاشی رابطه بین این آدما هم بوده خب آلیه بعد از اینکه تو این لول شناختینش که یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین و خواستنی ترین برندهایی بوده که اون روزا تو آمریکا وجود داشته بعد به مرگش هم بدونید اینجوری شد که آلیه اومد و اومد و اومد خب معروف و معروف و معروف تر شد توی 15 سالگی شروع میکنه با آرکلی رابطه برقرار کردن و این فاصله 15 16 سالگی آرکلی که رابرت کلی که اون موقع یه از گنده ترین آرتیست های آرنبی آمریکا بود تلاش میکنه باش ازدواج هم حتی بکنه که با مخالفت خانواده عالیه مواجه میشه خب اون دوران میگذره آلیه از آرکلی جدا میشه و میاد میفته تو اکیپ جیزی و دیمدش و بچه های راکافلا رکوردز خب از اونجا هم خیلی عکس زیاد هست اینجوریه که نکن این آدم اون دوره یه که دیدی با جنیفر لوپز دوست بود میگیرین چی میگم اون دوره دیدی جیزی و دیم این دو نفری که میبینید با همدیگه راکافلا رکوردز رو داشتن یکی از گنده لیبلایی که اون روزا توی هیپ هاپ فعالیت میکرد و یه لیبلی که هنوزم که هنوز لگسیش توی هیپ هاپ و مردم واسه گرفتن یه گردن دست دستو پا میشکنن خب سر و دست البته درستشه اون دوره آلیه داشت با این دو نفر بازی میکرد اینجوری که به هر دوتاشون نخل میداد با هر دوتاشون دیت میرفت ولی در نهایت مال هیچ کدومشون نشده بود میگیرین چی میگم؟ و در نهایت این مسابقه سر آلیه بود که باعث شد این دوتا رفیق قدیمی و صمیمی که همدیگر رو از بچگی میشناختن با همدیگه یکی از موفق ترین اسمش چیه؟ لیبل های هیپ رو به وجود اوورده بودن و تونسته بودن خودشون رو به اینجا برسونن از همدیگه فاصله بگیرن این یه سری از عکس های همون پارتی است که دارم بهتون میگم جیزی و اینجا میبینید آلیه اون وسط دیمدش هست دیدی از این چیزا باعث شد که این دو نفر با همدیگه به مشکل بودن و در از هم بپاشه خب حالا مرگ آلیه چطوری بود؟ مرگ آلیه اینطوریه که یه کارگردانی هست به نام هایپ ویلیامز که نزدیکی خیلی زیادی هم به جیزی داره خب به جیزی و دیدی داره با جفتشون رابطه خیلی نزدیکی داره یکی از کسایی که تو همین پارتی هم همیشه حضور داشته خب هایپ ویلیامز میاد به آلیه میگه که بیا موزیک ویدیو ضبط کنیم آلیه هم میگه باشه اینجوری بود که موزیک ویدیو قرار بود تو مایامی ضبط بشه ولی هایپ فیلیام لوکیشن رو تغییر میده بدون گفتن به آلیه و میبرتش به یه دونه جزیره دور تر اگه اشتباه نکنم فکر کنم سمت باربادوس اگه اشتباه نکنم بذار کنم میبرتش اونجا همون سال 2001 موقعی که 22 سالش بود فقط میبرتش اونجا موزیک ویدیو رو ضبط میکنن همه چی خوب پیش میره زودتر از زمان که به نظر میرسید برنامه ریزی کرده بودم واسه ضبط موزیک ویدیو تموم میشه و بعد از اینکه موزیک ویدیو تموم میشه تو مسیر برگشت واسه اینکه زودتر تموم شده بود موزیک ویدیو پروازی واسه برگشت وجود نداره آلیه زنگ میزنه به دیم داش و به نظر میاد دیم داش یا جیزی یک رو میگه که من الان شخصیمو میفرستم که باهاش بیای اما هایپ ویلیامز این مدیر بر این کارگردانه میگه نمیخواد لازم نیست جت شخصی خودمون هست به اون برمیگردیم جت شخصی که هایپ ویلیامز اوکی کرده بود یه جت شخصی خیلی قدیمی بود که تحمل وزن اون محموله هایی که قرار بود سوارش بشه و وزن اون همه آدمی که قرار بود سوارش بشه رو نداشت و در نهایت از زمین بلند میشه و تو مسیر سقوط میکنه و آلیه تو 22 سالگی تو یکی از غم انگیزترین لحظه های تاریخ هیپ هاپ و کلا موزیک توی اوج کریرش میبینیم که اینجوری میمیره این مرگ خیلی مرگ ساده یعنی مرگی که از اشتباه محاسباتی هایپ ویلیامز و دوروریای عالیه و مسئول تدرکاتی که اونجا بود احتمالا نشأت میگیره تو نگاه اول یعنی ما چیز ریسکیه هواپیمای قدیمی به انتخاب کردن چیز ریسکی تریه و یه بد شانسی مجموعی از بد شانسی ها کنار همدیگه باعث شد که این اتفاق سر عالیه بیاد و این فرضیه بود که ما تا امروز قبول داشتیم همیشه یه سری فرضیه وجود داشت سری توهم توته وجود داشت که بیشتری توی مرگ عالیه دست داشتن خیلی ها مرگ آلیه رو به جیزی وصل میدونستن به خاطر رابطه نزدیکی که داشتن و به طور خاص به خاطر اینکه آلیه بر از اینکه توی اون دعوا ب... اون دعوا رو بین دیمدش و جیزی دوتا از سردمدارای راکافلا رکوردز به وجود آورده بود در نهایت دیمدش رو انتخاب میکنه و باهاش وارد رابطه میشه و جیزی رو پس میزنه واسه همین خیلی ها میگفتن که این شکستی که جیزی خورده الان و شکستی که قبلا به آرکلی خورده بود سر آلیه چیزی بود که باعث شد دست به دست هم بده و اینجوری رو بکشه و این هفته بعد از اینکه سالها ما به این قضیه به عنوان یه توهم توطئه ساده نگاه کردیم اونقدر جدیش نگرفتیم و همینجوری با یه گذر ازش اینجوری بودیم که آره ملت اینم میگن که جیزی آلیه رو کشته میخندیدیم بهش دیدیم که جگوار رایت خیلی محکم اومده توی برنامه پیرس مورگان و خیلی سفت داره راجع به این صحبت میکنه که هیچ شکی وجود نداره که جیزی و بیانسه توی, مر... توی قتل آلیه دست داشتن این کلیپه جگوار رایت راجب سه تا راجب سه تا قربانی صحبت میکنه میگم میکن. این آلیو و بقیه کسایی که دور ورش بودن که در نهایت توی این پروسه به قتل رسیدن به قتل رسیدن که در, در نهایت توی این سقوط مردن یکی از اوناست راجب دو تای دیگه هم صحبت میکنه And how many victims there was none for her how many mm hmm? how many victims potentially do you think there could be thousands رفتار ولی میبینی این ها I've talked to hundreds that I deal with still myself. I have three victims right now who are willing to give testimony about not only what Mr. Carter has done to them, but his wife as well. They're a nasty little couple. They do nasty things. What do you think happened with Kim? Keeping Ford? people against their will. <inaudible> Putting people on planes while they're unconscious. <inaudible> Just like Aliyah got on that plane. What do you think happened with... میبینید اینجا داره راجع اولین قربانی صحبت میکنه اولین قربانیش عالی است توهم توتعی که اینجا مطرح میکنه اینه که عالی موقعی که بیهوش بود سوار اون هواپیما کردنش و به زور سوار اون هواپیما کردنش تا اینجوری سر به نیستش بکنن خب یه توهم توتعی که سالهاست جریان داشته خیلی ها میگفتن که عالی قبل از اینکه سوارش حالش خوب نبوده خیلی هم میگفتن استرس زیادی داشته یه سری میگفتن بیهوش بوده قبل از اینکه سوار پرواز بشه و اینجا به نظر میاد جگوارایت به این مسئله داره اشاره میکنه که تیم جیزی که هایپ ویلیامز هم تیم جیزی همون کارگردانی که اون هواپیما رو اوکی کرده بود آلیه رو مست کردن یا یه جوری بیهوشش کردن تا بتونن سوار اون هواپیما بکنن و بکشنش و جدا از اون تو مصاحبه های دیگه هم جگوار راجبه این صحبت میکنه که آلیه واسه این کشته شد که بیانسه بتونه بیاد جاش رو به عنوان گنده ترین آرتیست خانومی که از فضای هیپ هاپ آرنبی اومده بیرون بگیره و به این سوپرستار امروز تبدیل بشه یه بخشی از نفرتی که مثلا راجبه بیانسه میبینی توش داره موج میزنه واسه این داستان <متحن> <متحن> that این داستان این تیکه داستان آلیاست است که در راجبش صحبت میکنه میدونی چی میگم خیلی مشخص داره راجب این صحبت میکنه که آلیا با جیزی رابطه داشت رابطه ای که جیزی بر از مرگ آلیا خیلی تلاش کرد چی میگن انکارش کنه ولی ما سند داریم راجب رابطه جیزی و آلیا جدا از این عکسایی که دارین اینجا میبینید که خیلی واضح آلیا و جیزی و دیم رو کنار هم نشون میده اینجا آلیا در راجب جیزی صحبت میکنه اینا یه سهی رو حرفای جگوار رایت که جیزی و آلیا واقعا ما هم یه رابطه ای از یه طرف دیگه یه چیز دیگه ای هم که جگوار رایت بهش اشاره میکنه اینه که بیانسر رو مردم دست کم میگیرن و حسادتش رو دست کم میگیرن ما میدونیم که جیزی چند بار به بیانسر خیانت کرده و دومین دو قربانی که بعد از آلیه باید راجبش صحبت بکنیم اتفاقا یکی از همون کساییه که شایعه رابطش با جیزی و شایعه لو رفتن رابطش با جیزی به طور عجیبی همزمان با مرگ یهویش توی اتاقشه نفر بعدی که بعد آلیه باید راجبش صحبت کنیم کیتی وایته این آدمی که اینجا میبینید کنار کلادیا, جورد... کلادیا جوردن یکی از دوستای صمیمیش ترسیم شده توی این عکس خب این آدم کیتی وایت یه دانشجویی بوده که توی فضای آکادمیا بیشتر داشته فعالیت میکرده و به نظر میاد از قبل از اینکه حتی بیانسی توی زندگی جیزی وجود داشته باشه یکی از اون دخترهایی بوده که جیزی خیلی ازش خوشش میومده و همیشه کنار خودش نگه میداشته جیزی و دیدی قبل از اینکه بیانسه وارد فریم بشه و وارد داستان بشه با همدیگه رابطه یه خیلی خوبی داشتن و این دو نفر این دو تا دوست دو تا دوست بودن که جیزی و دیدی با همدیگه موقع زده بودن این به نظر میاد کلادیا جوردانه اولین کسی بود که با دیدی دوست میشه و کلادیا کیتی وایت رو میاره که به جیزی وصلش میکنه خب کیتی وایت نفر دومی بود که عکس دیگه شم بیارم نفر دومی بود و قربانی دومیه که اینجا جگوار رایت داره بهش اشاره میکنه خب کیتی وایت و جیزی بر از اینکه از سمت دیدی با همدیگه آشنا میشن رابطه با همدیگه رابطه پیدا میکنن یعنی توی یه لولی با همدیگه وارد یه رابطه ای میشن که از همه پوشونده بود و هیچ وقت توی چشم عمومی تو انظار عمومی باستاب داده نشد ولی پس زمینه همیشه سر خیلی زیاد بود و به طور خاص خیلی شایعه شده بود که جیزی وابستگی زیادی به کیتی, رایت داره، کیتی وایت داره کیتی وایت در عین حال دهن خیلی قرصی داشت و به خاطر زندگی مستقلی که خودش داشت هندل میکرد اونور و کریری که خودش داشت هیچ وقت این استوریلنش با جیزی رو اونقدر مطرح نمیکرد تا اینکه یه سایتی به نام هالیوود ریپورتر هالیوود 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 ریپورتر دات یه چیزی میاد و دوتا تا عکس رو منتشر میکنه دوتا تا عکس که توشون توی یه نایت کلاب خیلی گنده ای کیتی وایت و جیزی کنار کلادیا جورد کلادیا جوردن و دیدی دیده میشن واسه این رو پیدا کنم آه این عکسه کیتی اینجاست جیزی و دیدی اینجا حتی موقعی که این عکس هم گرفته میشده میگفتن که جیزی و دیدی گفته بودن که این ازشون فاصله بگیرن که واسه ای رابطه ای جیزی و بیانسه مشکلی پیش نیاد ولی خیلی واضح جیزی رابطه داشته با کتی وایت تو طول زمان ازش خوشش میومده و جدا از همه این داستان ها مهمتر از هر چیز دیگه اینه که کیتی وایت بالاخره بر از اینکه سالها با جیزی رابطه داشته یه روزی از پنهان نگه داشتن این رابطهش خسته میشه با جیزی تماس میگیره و میگه که مجله های مختلف یه مبلغ خیلی زیادی دارن به من میدن تا رابطه‌مو با تو علنی بکنم و من دو هفته دیگه این کارو میکنم و توی همون دو هفته کیتی وایت توی خونش سکته میکنه و میمیره یه اتفاقی که همون موقعم هم سر زیادی به پا کرد همون موقعم هم بریم بگردین یه سری مقاله این بر, بر نوشته شده این اینکه چون نگاه شایعه رابطه کیتی وایت و جیزی خیلی تو اینترنت وجود داشت از قدیم اما هیچ سندی واسش وجود نداشت اما به محض اینکه کیتی بایت شایعش در اومد که قرار بیاد و به این موضوع حرف بزنه بلا فاصله اینجوری میمیره باعث شده بود که تو نگاه اول همون سایت هالیوود ژورنالی که میگم یه مقاله بذار راجع به این صحبت بکنه که با این وضعیت خیلی بعید میدونه که کیتی وایت واقعا سکته کرده باشه و مرده باشه و کسی پشت سرش نباشه. The Ledger mistress of کلا یه درصد دیگه ای که انقدر ترس از بیانسه توی صحنه وجود داره همینه هر کسی تو موقعی که بیانسه با جیزی وارد رابطه شده بود نگاه چپ به جیزی کرد یا حتی فکر برقراری ارتباطی با جیزی کردم الان دیگه رو زمین نیست یه, در... یه دلیل از این یه دلیل ترس اینه واقعا they were there in Vegas to see the Hollywood استریت کینگز ah, بود اسم اون uh...

دیدی کلادیا جوردن رو میاره جیزی کیتی وایت رو میاره دوست بودم هم دیگه این دوتا میرن توی اونجا بعدش هم میرن افتر پارتی تو افتر پارتی یه سری عکس میاد بیرون بعد از اینکه اون عکس ها میاد بیرون نظر یکی از همون خبرنگارایی که توی هالیوود استریت کینگز بود جلب میشه به قضیه با کیتی وایت ارتباط برقرار میکنه و یه سری سوال میپرسه و کیتی وایت خیلی گذری مثلا مبهم جوابشو میده و اطلاعات خاصی بهش نمیده ولی همون موقع زنگ میزنه به جیزی میگه که یه سری آدم میدونن که تو رابطه داریم و این سوالا رو ازم پرسیدن و انقدر پول میخوام بهم به بدن و من احتمالاً تا چند هفته آینده این رابطه رو علنی میکنم that این دوره زمانی دقیقا دوره‌ای که بلو آیوی بچه اول جیزی و بیانسم داشت به دنیا میومد. و حالا نمیدونم که این خانم قرار راجبش صحبت بکنه یا نه ولی همون دوره شایعه شده بود که کیتی وایت هم از جیزی به موازات بیانسه حامل است و جیزی میگم واسه همین خیلی واسهش اهمیت پیدا میکرد که به هیچ وجه این خبر به بیرون درس پیدا نکنه و در حین حاملگی زنش حاملگی اول زنش یه چنین داستانی بیرون نیاد Kathy was at home and an ambulance was called to her apartment in New York for her, and they took her to the hospital where she was pronounced DOA. And The cause of death was blunt force trauma to the head. Now, y'all know Tosh K. <laughs> Tosh K just talked about this, and apparently, Kathy um, White and Claudia Jordan were close friends, even though um, Claudia says they weren't. But who is to say that they were? Because Kathy is not no longer here to tell her side of the story. And Claudia did not defend this woman or say anything um, to clear this woman's name or talk about her death or nothing. All Claudia was concerned about is he cleaned up the fact that she don't know where the narrative came from, that she's a homeworker and that she messes with Mary Mead, which that's what allegedly her and Kathy was doing. They were dating um, high-profile celebrities, and it was um, allegedly that Kathy said she don't date anybody that doesn't have $50 million or more. So what do y'all think about this story? Shine down in in the comments and tell me. این داستان توهم توطعه حلوهوش قتل کتی رایت کتی وایت باش کتی رایت میگم بخاطر اون جگوار رایت کتی وایت و یکی از گنده ترین توهم توطعه های این کیس جیزیه و به نظر من اگه یه پرونده ای وجود داشته باشه که بتونه پای جیزیو گیر بندازه و واسه مشکلی رو به وجود بیاره این پرونده است واسه اینکه واقعا رد پاش توش وجود داره و کیتی رابطه خیلی نزدیکی با جیزی داشته که قابل پیگیریه و جگوار داره دوباره این انوگوار رو هم میزنه و میاره رو میگیرین چی میگم بعد از این داستان ها جکوار راجب یه موضوع دیگه هم صحبت میکنه یه موضوعی که به نظر میاد خود پیرس مورگان هم خیلی راجبش کنجکاو بود و اون داستان داستان کیم پورتر اولین رابطه بلند مدت دیدیه اولین کسی که این شایعه ها راجب دیدی و زندگی شخصیش رو د... راجبش یه تیکه هایی صحبت کرده بود قبل از مرگش اولین کسی که دیدی عاشقش بود اولین کسی که دیدی باهاش وارد صنعت موسیقی شد باش تو پابلیک ظاهر می شد. و اولین کسی که به نظر میاد همراه دیدی توی اون فیلیکافا حضور پیدا میکرد کرد کیم پورتر آدم خیلی مهمی بود آدمی بود که اگه وجود نداشت ما دیدی امروز رو نمیدیدیم بی... نمی کسی بود که واقعا به دیدی چی میگن امکان این رو داد که به این بوتی که امروز هست تبدیل بشه و خیلی دو خیلی از مراحل کریرش واسش اینسترومنتال بود واقعا و کیم پورتر هم یکی از کسای دیگه بود که بلا فاصله بعد از اینکه از دیدی جدا شد و تصمیم گرفت که بیاد و جزئیات رابطش با دیدی رو توی یه کتاب یا توی مصاحبه منتشر بکنه دیدیم که توی خونش گفتن سکته کرده و مرده میرین چی میگم این شباهت اتفاقایی که واسه کیتی وایت افتاده واسه کیم پورتر افتاده واسه آلیه افتاده و رد پای جیزی و دیدی و بیانسه توی هر ستاشون انقدر واضح و عمیقه که به وجود اومدن یه چنین توهم توته های اونقدر دور از ذهن نیست ولی تا اینجای داستان همه چی منطقیه یعنی یه سری آدم مردن یه سری آدم که مثلا رابطه چی میگن پنهونی با این آدما داشتن بلا سرشون اومده و توهم توته ها توی یه لولی قابل باورند اما اینا باعث شده که چی میگن یه دومینو افکتی اتفاق بیفته و هی اکستریم و اکستریم تر شد تو این توهم توته ها تا جایی که الان مثلا توهم توته که جریان داره اینه که میگن بلو آی بچه اول بیانسه بچه بیانسه نیست بچه کیتی وایته که بعد از اینکه مرد بچه رو از شکمش در آوردن و بیانسه و جیزی بزرگ کردن و واسهش مثلا واسه چی میگن واسه یه سه گذاشتن رو این طبعا هم توته مثلا این مصاحبه های بیانسر رو اووردن که شکمش میگوین بیبی بامپش خم میشه به اصطلاح این, رو. این واسه سه گذاشتن رو اون یه دارم میگن که چیز بچه کیتی وایته کیتیوا یه مدت طولانی کیتیوات یکی از چی میگن در این حال که مثلا یه کریر تو آکادمی ها خودش داشت یکی از گروپی های معروف اون روزای آمریکا بودا یعنی اینجوری بود که فقط با جیزی وارد رابطه نشد هم کلادیا جوردن هم وایت اینجوری بود که با رپرای زیادی با آدمای گنده تو دور و رابطه داشتن و این داستانا جدا از این جکوارای تمرکزش رو جدا از اینکه روی این سه تا قربانی میذاره و راجع به این سه تا قربانی صحبت میکنه به نظر میاد خیلی دوست داره دوباره روایت توی این مسابقه پیرس مفصل راجع صحبت نکرد ولی توی مسابقه قبلیش با اون ریل لایف پروداکشنز مفصل صحبت کرده به نظر میاد خیلی خیلی دوست داره که دوباره اون داستان قتل توپاک و بیگی رو هم وارد به قضیه بکنه و اونا رو هم رابطهشون با دیدی رو یه بار دیگه رو بندازه و رابطهشون رابطه اون دو تا قط با جیزی رو وارد داستان کنه به طرز عجیب غریبی حالا تا اینجای داستان فهمیدیم که جگوار رایت رفته تو برنامه پیرس پورتن. مورگان و یه عالم توضیحات داده راجع به آلیو و جیزی و دیمدش و بیانسه و آرکلی صحبت کرده راجع به اینکه میگه جیزی از طریق هایپ ویلیامز اون کارگردانه اینه از طریق هایپ ویلیامز گرفته آلیه رو به کشتن داده صحبت میکنه راجع به اینکه کیتی کیت وایت مستقیما توسط جیزی و بیانسه به قتل رسیده صحبت میکنه راجع به اینکه کیم پورتر چجوری به خاطر اینکه میخواست دیدی و لو بده به قتل رسید صحبت میکنه و همه این داستانا پیرس موگان یه کار هوشمندانه ای کرد و این بود که از یه طرف اومده و چیز رو ورده جگوار رایت رو ورده یه کسی که علیه جیزی و صدا داره انقدر مستقیم صحبت میکنه و از یه طرف دیگه دیجی ولد رو وارد داستان کرده یه آدم محافظه کارتری که یکی از شناخته شده ترین چهره های رسانه توی هیپاپه یکی از چ... گنده ترین پلتفرم های هیپاپ مدیا رو داره و یکی از کسایی که همه این پرونده هایی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم رو از جمله توپاک از جمله کیمپورتر سال داره دنبال میکنه و واقعا مثل خبرنگار با تک تک آدمایی که توش درگیر بودن مصاحبه کرده دیدگاه خودش داره و این داستانم. بعد از اینکه همه این داستانا مطرح میشه دی جی ولدم ویو جالبی رو میگه میگه که جگوار رایت قبل از اینکه بیاد و دیدی دستگیر شه کسی اونقدر جدی نمیگرفتش و این جدی نگرفتن توجیه داشت چیزی که میگه اینه که جگوار رایت توی یه سال گذشته دوبار تو بیمارستان روانی بستری شده و هر کدوم از داستانهایی که داره تعریف میکنه توی پنج سال گذشته سه تا ورژن مختلف از خودشون رو دیدن و راجع این صحبت میکنه و بیانی که الان توی صحنه جریان داره و آدم گنده تر در راجعش صحبت میکنن اینه که جگوارای توی بدترین شرایط کریر و زندگیشه جگوارای کسیه که الان تقریبا دیگه هیچ پولی واسه ارائه نداره هیچ دارایی نداره هیچ ملکی نداره خب و واسه همین این مصاحبه ها تنها راه درآمدزاییشه و تنها راهی که میتونه این مصاحبه ها رو ادامه بده اینه که بیاد هی hey, داستانا رو اگزجره و اگزاجره تر بکنه میگی چی میگم هی hey, بیاد اه, چی میگن یک کلاق چل کلاق بکنه که داستاناش جذاب تر به نظر برسه که از اون طرف اون پلتفرمایی که داره توشون مصاحبه میکنه مثل پیرس مورگان یا ریال لایف پول بیشتری بدم بهش واسه اینکه بیاد و این حرفا رو اونجا بزنه چی میگم یعنی اینجوریه که محرک به وجود اومده واسه اینکه جگوار رایت بیاد و هر داستانی که تا حالا یه بار یه جا شنیده یا یه جا یه چیزی دیده رو بیاد گنده این حالت ممکن و این حالت ممکن تبلیغ حرف بزنه واسه اینکه یه توجیه داشته باشه در نهایت داستان همه اینا رو که کنار هم میذاریم و حرفای جگوار رو راجع به آلیه میشنویم حرفای جگوار و جیزی میشنویم من یه چیزی به نظرم خیلی مشخصه و اون اینکه جک وارایت بعد از اینکه تو سال 2001 2002 داشت با جیزی کار میکرد کریرش سقوط خیلی بدی رو تجربه کرد الان تقریبا جک وارایت کریری تو موزیک نداره و این لول از خوشونت و این لول از نفرت که علیه جیزی و بیانسه و دورووریاشون وجود داره به نظر من توجیهی داره که یه, یه لولیش یه مقداریش از این شکستی باشه که توی صنعت موسیقی خورده که احتمالا از چشم این آدم داره میبینه از یه طرف دیگه یه چیز دیگه ای هم که وجود داره و یه چیزی که خیلی آدم راجبش حرف میزنن اینه که یه آدمی داشتیم به نام جین دیل خب جین دیل یکی از بادیگارد قدیمی های دیدی بود یکی از کسایی بود که سالها واسه دیدی کار میکرد و یکی از کسایی که با همون دیجی ولت که توی مصاحبه پیرس مورگان دیدیم یه سری مصاحبه سریالی داره که توش تقریبا نصف این داستانایی که الان راجع به دیدی داریم راجبش حرف میزنیم و واسه اولین بار اونجا مطرح کرده اون موقع هیچ کی جین دیلو باور نمیکرد واسه اینکه داستانایی که داشت تعریف کرد داستانای عجیب غریبی بود دیگه و الان فقط وقتی که پرونده به رسمیت شناخته شد و واقعا یارو تو زندانه تازه داریم تیکه تیکه میبینیم که حرفایی که این داشت میزد درست بود و واقعی بود خب اما جیندیل پایداری بیشتری داشت داستاناش ولی در نهایت همون داستانا بود که باعث شد نظر پلیس فدرال آمریکا به سمت دیدی جذب بشه و بیاد این پرونده رو استارت بزنه و اینجوری بره بالا سرش رو دستگیرش بکنه به نظر میاد ترسی که الان وجود داره توی صحنه اینه که حتی اگه جگوار رایت فقط کوسچر بگه همه این داستانا کوسچر باشه این حرفها و این لول از ویزیبیلیتی توی مدیای آمریکا باعث میشه که پلیس فدرال نظرش به جیزی جلب بشه و حتی اگه جیزی نقش کوچولویی هم تو یک کدوم از این داستانا داشته باشه پاش گیر باشه میگم من بعید میدونم پای بیانسه به اون معنایی که دارین <تصفح> نظر... تا اینجا رو گفتم تا اینجا رو گفتم تقریبا تلاش کردم که کل این توهم توتا رو تو یه لولی راجعش صحبت بکنم اون تیکه که منطقیه به نظرم حداقل حالا نظر خودمو میگم اگه نظر من رو میخواین جگوارایت خیلی واضح داره به خاطر پولی که داره از این طریق درمیاره و پولی که از طریق مصاحبه به دستش میرسه داره تلاش میکنه که این فرصت درآمدزایی و طولانی و طولانی تر بکنه و هرچی بیشتر هم بتونه داستان عجیب غریب تر تعریف بکنه به تا پول بیشتری میتونه در بیاره دیگه به نظرم کاری که, که جگوار داره میکنه خیلی واضح همینه ولی این دلیل نمیشه که هیچ کدوم از داستانایی که میگه واقعیت نداشته باشه و دلیل نمیشه که هیچ کدوم از این حرفایی که داره میزنه تاثیر بدی واسه کریر جیزی نداشته باشه من به نظرم هر دوتا اینا ممکنه یعنی هم جگوار رایت داره سری توهم توطعه غیر واقعی رو مطرح میکنه هم جیزی یه سری اسکلت داره توی کمودش که راجبش حرف نمیزنه و اگه بیاد بیرون واسش مشکل ساز میشه خب در نهایت به نظرم کسی که این وسط داره قربانی میشه بیانس بیانسه است بیانسه کاراکتر بیگناهی نمیگم هست نکنین که بیانسه کاراکتر قدرتمندیه کاراکتری که تو طول سالها سلطهش رو روی صنعت موسیقی به نمایش گذاشته ولی کمترین سندی که بتونیم لمس بکنیم و قابل سنجش باشه و قابل دیدن باشه علیه بیانسه وجود داره تقریبا هیچ کدوم از این حرفایی که راجع به بیانسه زده میشه مستند نیست ولی ما از جیزی توی اون مهمونی ها ویدیو داریم عکس داریم از جیزی در حال لاسترن با عالیه عکس داریم از جیزی کنار دیدی میلیون ها تا عکس داریم میگیری چی میگم و اینکه بیانس هم این همه سال کنار جیزی بوده بیگناه بودنش یه مقدار زیر سوال میبره ولی اینجوری که بخوایم تصور کنیم که اون هیولایی که مثلا جکوار رایت داره ترسیم میکنه واسه من یه جوریه اینو باید در نظر داشته باشین که رابطه جیزی و بیانسه جای خیلی ها رو تو صنعت موسیقی تنگ کرد یعنی اینکه جیزی و بیانسه وقتی که با همدیگه رابطه نزدیک وقتی که ازدواج کردن با همدیگه تونستن به این سوپر تبدیل بشن جدا از کریری که توی موزیک واسه خودشون داشتن به دوتا از قدرتمندترین آدمای صنعت موسیقی هم تبدیل شدن و اینکه از اون قدرت و اهرمی که داشتن استفاده کردن تا کریر یه سری آدم دیگر رو خراب بکنن تو شکی نیست ولی اینکه بخوایم بیایم اون مستقیما اتهام قتل یه سری آدمو بهشون بزنیم یه مقدار چیز متفاوتی میدونی چی میگم یعنی اینکه من نمیگم هیچکدوم از اینا آدمای خوبی ان خب و به طور خاص جیزی به نظر من منطقیه که نفر بعدی باشه که بعد دیدی اون تصویری که از خودش درست کرده از هم میپاشه و درگیر پرونده میشه ولی میگم یه مقدار این دیگه توهم توته هم داره از دست خارج میشه مثلا اون داستانی که میگن ج... جی کول اومده تو سال 2016 تو شینوز راجب آلیه و اینا صحبت کرده راجبشو صحبت کرده ولی اینکه فکر کنی مثلا جی پشت صحنه از یه چیزی خبر داشته میخواستن توی لابلای چی میگن بیتاش اینو به ما اطلاع بده و ما الان داریم میفهمیم میگم یکم دست بالا گرفتن زری پوشی جی کول به نظرم با این وضعیتی که از جلی کل در حال حاضر و کریرش میبینیم اونقدر حساب باز کردن رو حرفای جیکول منظرم اشتباهه اما این بود داستان مصاحبه جگوار رایت یه مقدار خیلی شلخته شد واسه اینکه باید تکتیک این کاراکترها رو واسهتون باز بکنم و توضیح بدم راجع قتل عالیه بعد با... قتل راجب مرگ عالیه بیشتر صحبت میکنیم چون یکی از وا... یکی از مشکوک ترین کیس که توی این پروسه وجود داره حتی مرگ کیتی وایت هم به نظر من اندازه مرگ عالیه مشکوک نیست و ویدیوی بعدی که درست میکنم احتمالا فردا بهتون میدم یه موضوع خیلی جذاب تری داره اون موضوع اون ویدیو راجب کلایف دیویسه کلایو دیویس یکی از آدمای مهم دیگه یکی جگوارای توی این مصاحبه بهش اشاره میکنه کلایف دیویس کسی بود که جیزی رو جیزی میگم دیدی رو زیر پروبال خودش گرفت یکی از مهمترین و تأثیر کذارترین آدم هایی که دنیای موسیقی تا حالا به خودش دیده از بیتلز گرفته تا جنیس جاپلین تا ویتنی هیوستون تا الیشا کیز همه کسایی بودن که از زیر دست کلایف دیویس رد شدن و به نظر میاد کلایف دیویس دیدی اصلیه یعنی این چیزایی که داریم راجع به دیدی میشنویم ما مثلا حدود 60 ساله که ده برابر بدتر و اکستریم ترش رو راجع به کلایو دیویس داریم میشنویم و به نظر میاد دیدی اون دوره واسه اینکه بتونه اون قدرت رو تو صنعت موسیقی بگیره و بعد رکورد رکوردز رو به وجود بیاره و بتونه اون سرمایه گذارها رو پیدا بکنه که بتونه یه لیبل انقدر گنده رو هندل بکنه مجبور شد جلوی کلایو دیویس زانو بزنه لیترالی و به یکی از ممل های کلایف دیویس تبدیل بشه کلایف دیویس کسیه که با مستقیم با جان لنون ارتباط داشته مستقیم با جنیس جاپلین ارتباط داشته مستقیم با ویتنی هیوستون ارتباط داشته و این پارتی لایف ستایل و این فریکاف هایی که میبینیم دیدی داره یه ورژنیشو رو اجرا میکنه خیلی مشخص یه رفتار یاد گرفته شده از کلایف دیویسه حتی خود دیدی هم میگه که این بازی قدرت این به وجود آوردن اهرم فشار و آتو گرفتن رو از کجاها یاد گرفته فردا یه ویدیو نسان کودتری نسبت به این درست میکنم یه مقدار پس زمینه مبهم و ترسناک کلایو دیویس رو با هم دیگه باز بکنیم چون اگه کلایف دیویس رو نحوه کار کردنش رو بفهمید احتمالا دیدی و کلا صنعت موسیقی رو خیلی بهتر میفهمید ولی این بود فعلا ویدیو جگوار رایت میبینم اتون. شب شاید داندان استریم داشته باشیم بس که داره کی کار تموم شد